فقط خبر. جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. امروز بحث تحریم نیست. ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. انتقاد رئیس جمهوری ایران از منتقدان عملکردش در شرایط تحریم. روحانی میگوید بار جنگ اقتصادی نباید تنها روی دوش دولت باشد. هشدار درباره اعدام قریب الوقوع یک زندانی کرد در ایران. عفو بین الملل میگوید حیدر قربانی تحضیر شکنجه به قتل اعتراف کرده. از سرگیری گفتگوی هیئت‌های تماس دولت افغانستان و طالبان بعد از دو روز وقفه، عبدالله عبدالله از پیشرفتی مهم برای شروع مذاکرات صلح خبر داد. و برنامه ناسا برای فرستادن اولین زن به کره ماه تا 4 سال دیگر. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. حسن روحانی میگوید ایران در شرایط جنگی به سر میبرد و بار این جنگ نباید تنها بر دوش دولت باشد. آقای روحانی گفته جنگ اقتصادی هم مانند دیگر جنگ‌ها زخمی و کشته دارد، اما وعده داده که در صورت همراهی مردم و مسئولان ایران در این جنگ پیروز خواهد شد. رئیس جمهوری ایران دیروز هم در مجمع عمومی سازمان ملل از آمریکا انتقاد کرد و گفت واشنگتن نمیتواند تهران را مجبور به مذاکره یا جنگ کند. در پاسخ کاخ سفید گفته حکومت ایران در سخنانش صادق نیست و ثروت متعلق به مردم خود را صرف ماجراجویی در منطقه می کند. باران عباسی گزارش می‌دهد. هدف صدام سرنگونی نظام بود. اینا همینا بودن. سخنان حسن روحانی در سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق و مقایسه شرایط فعلی ایران با 40 سال پیش. ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال 59، اما جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. امروز بحث تحریم نیست، ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. و گلایه از اینکه چرا باره به گفته او این جنگ تنها بر دوش دولت است. عده‌ای کنار ننشینن بگن انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، شما اونجا اونوری میرفتید بهتر بود. حسن روحانی نامی از این عده نبرد، اما همزمان از عملکرد مسئولان در مقابله با تحریم‌ها دفاع کرد. مردم ما بدونن مسئولین اقتصادی کشور و بسیاری از بخش‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی فداکاری کردن در این 2.5 سال و امروز دارن فداکاری میکنن. آقای روحانی نگفت این فداکاری چگونه و از سوی چه کسانی صورت گرفته. رئیس دولتی که وعده‌های پی در پیش برای گشایش اقتصادی، کنترل تورم، جلوگیری از افزایش افسرگسیخته قیمت ارز و کنترل بازار به جایی نرسیده و در عوض بسیاری از مردم را هرچه بیشتر به زیر خط فقر کشانده. پاسخ او اما به این شرایط واضح بود. بله، جنگ جنگه. پیغمبر اسلام هم در جنگ احد مجروح شد، دندان مبارکش شکسته شد. جنگ، عده‌ای کشته بشن، حمزه سید و شهدا شهید بشه. سوال این است که آیا رهبران این جنگ هم مانند نبردهای صدر اسلام کشته و زخمی شده اند؟ آیا جنگی که حسن روحانی از آن صحبت می کند اجتناب ناپذیر بوده؟ و آیا ادامه این جنگ انتخاب مردم است یا حکومت؟ سوالی که چندی پیش از وزیر خارجه ایران پرسیده شد. این همه کشور در جهان هست که رابط دیپلماتیک جهانیشون رو دارن و فشار هم رو مردمشون نیست. ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم. شما آیا دوست دارید که یک رئیس جمهور خارجی بیاد بگه اگه من چتر حمایتیم رو از رو کشور شما بردارم شما 3 هفته هم دوام نمیارید؟ تأکید بر مقاومت، موضعی که حسن روحانی دیروز در سخنرانی سالانش خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل تکرار کرد. آمریکا نمیتواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را.
حمله به آمریکا و دفاع از سیاست‌های حکومتی که اون نمایندگیش می‌کند. چون این ملتی شایسته تحریم نیست. جواب صلح جنگ نیست. پاداش مبارزه با افراطی‌گری ترور نیست. آمریکا اما میگوید مقام‌های ایران در سخنانشان صادق نیستند و ثروتی که متعلق به مردم ایران است صرف ماجراجویی‌های منطقه‌ای خود می‌کنند. حسن روحانی ادعا کرد که ایران از صلح حمایت و با افراط‌گرایی مقابله می‌کند. ای کاش این موضوع حقیقت داشت. رژیم ایران از سال 2012 تا کنون 16 میلیارد دلار پول برای شرکایش و نیروهای تروریست خود ارسال کرده. این پول متعلق به مردم ایران بود که از آنها دزدیده شد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حمایت آنها از تروریسم، برنامه هسته‌ای و مسئولان فاسد که به مردم ایران ظلم می‌کنند را هدف می‌گیرد، نه کمک و تجارت را. درگیری لفظی که بارها تکرار شده، اما نه در موضع ایران تغییری ایجاد کرده، نه در موضع آمریکا. ما پیروز میشیم، ما موفق میشیم. در جلسه امروز کابینه اما وعده پیروزی از سوی دولتی که به نظر میرسد تنها سیاستش فعلا منتظر ماندن و امید بستن به تغییر ساکنان کاخ سفید در انتخابات چند هفته دیگر در آمریکا باشد. دولتی که سابقش در عمل به وعده های دیگر نشانه های کمی از پیروزی را نشان می دهد. بله، جنگ داره. باران عباسی، بی بی سی. نظر فرزانه روستایی روزنامه‌نگار در استکهلم رو درباره حرفای امروز و دیروز آقای روحانی پرسیدم که گفته بود ایران در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیاره ولی در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد. ایشون و کارمندانشون، معاوناشون و مشاورشون میدونن چه اتفاقی افتاده. فقط به تحولات قیمتی کره در طی این چند وقته نگاه کنن، متوجه میشن یک جورهای انگار اوضاع از کنترل خارجی. به نظر میرسه که یک جورهای مسئولان کشور سخنرانی هایی که تلاش میکنن مردم رو آروم کنن، اینها رو بگذارن کنار و به دنبال یک راه حل عملی باشن، چون با سخنرانی نمیشود مشکلات رو حل کرد. و آقای روحانی در بخشی از صحبتاش که شنیدیم میگفت که افراد کنار ننشینن و بگن شما اگه این کارو میکردید خوب میشد. اشارهش دقیقا به چه کسانی است؟ به نظر میرسه که دولت آقای حسن روحانی تحت فشار هستند و در واقع جناحایی از طیف راست، شاید اون حزب پادگانی که به حزب اون جناح راست که به حزب پادگانی مشهور هستن، همه مسئولیت‌ها رو گردن دولت میاندازن. اما دولت هم به نظر میرسه که از اختیاراتی که داره، از دایره مانوری که داره خوب استفاده نکرده، در موقع در فضا رو ایجاد کرده، فراهم کرده برای اینکه همه مسئولیت‌ها و همه فشار رو گردن دولت بیفته. البته دولت مسئولیتش رو نمیشه انکار کرد، هرچند که یه جاهایی آقای حسن روحانی میان میگن که من در مورد قیمت بنزین اطلاع نداشتم، در مورد هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراین خبر نداشتم، در مورد تعداد کسانی که در تظاهرات آبان ما کشته شدن خبر نداشتن. یک جورهایی اعتبار سخنان ایشون رو پایین میاره، اما در این حال ایشون باید به نکات مهمتری بپردازن. اینی که واقعا این بحران ریشش امروز و دیروز نبوده، باید ایشون میگفتن که چه کسانی به سفارت عربستان حمله کردن، این بحران برای ما ایجاد شد، چه کسانی به آرامکو حمله کردن، این دردسر ایجاد شد، چرا در واقع از اختیارات ویژه ریاست جمهوری در بعضی از قضایا مثل اعدام نوید افکاری استفاده نشد و ایشون این کارو نکردن، و اینکه چرا کمک به حزب الله لبنان در این شرایط قطع نشده و رسما ایشون اعلام نمیکنن ما دیگه به کسی کمک نمی کنیم و دیگه لازم نیست که بیان سخنرانی های متفاوت داشته باشه، و یک جوری این که چرا ایران همه تخم مرغ‌هاشو در سبد فعالیت هسته‌ای گذاشته، و اینی که اگر در واقع از برخی از نهادهایی که هیچ موقع مالیات ندادن، اگر ایشون شهامت کنن و جسارت کنن و مالیات بگیرن، فکر می کنم هم دولت ایشون تقویت میشه و هم برای مردم بهتر. مثلا اگه خیلی کوتاه بفرمایید، دیروز از صحبت های حسن روحانی آیا هیچ لحن آشتی جویانه ای، این که به هر حال بعد از حداقل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن هست که به نوعی پای میز مذاکره برند، چنین چیزی شنیده میشد یا نه؟ مهم
مهم نیست که آقای حسن روحانی یا حتی آقای ظریف وزیر خارجه پوز آشتیانه و مصالحه جویانه بگیرن یا نگیرن. سیستم سیاسی ایران و نظام طوری چیده شده که در واقع تصمیم به آشتی یا ادامه تنش در دست دولت نیست و در نهادهای دیگری تصمیم گیری میشه. دفتر آقای خامنه ای که در واقع رهبر نظام هستند پیرامون این موضوعات اظهار نظر میکنن و تصمیم گیری میکنن. وقتی که اونجا اتفاق افتاد، اون موقع آقای حسن روحانی موظف خواهند بود یا مجوز خواهند داشت در این مورد سخنرانی تولید بفرمایند. نظر روستایی بود روزنامه نگار. اما دو خبر کوتاه در بریتانیا. روزنامه گاردین گفته نازنین زاغلی، زندانی ایرانی بریتانیایی که با پابند الکترونیکی در حبس خانگی است، مورد آزار ماموران سپاه پاسداران قرار گرفته. گفته شده که ماموران سپاه به اتهام آسیب زدن او به پایبند الکترونیکیش قصد ورود به محل سکونتش را داشتند. بنابراین گزارش، او این مسئله را به قوه قضاییه اطلاع داده. همزمان وزیر خارجه بریتانیا گفته بازگشت خانم زاغلی به زندان در حالی که شیوع کرونا هنوز ادامه دارد قابل قبول نیست. رسانه‌های ایران می‌گویند قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ارز در تهران از 28000 تومان گذشته. همچنین قیمت هر سکه طلای بهار آزادی در بازار تهران امروز به بیش از 12,600,000 تومان رسید. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که در ایران احتمال اعدام قریب الوقوع حیدر قربانی، زندانی کرد 47 ساله وجود دارد. این نهاد حقوق بشری گفته اصول دادرسی عادلانه در پرونده آقای قربانی به شدت نقض شده و او تحت شکنجه اعتراف کرده. آقای حیدری 4 سال پیش به اتهام دست داشتن در قتل مسلحانه چند عضو سپاه پاسداران در شهرستان کامیاران استان کردستان بازداشت و به اعدام محکوم شد. اما خانواده‌اش می‌گویند که او بی‌گناه است و زیر شکنجه و فشار مجبور شده به قتل اعتراف کند. مسعود کردپور خبرنگار آژانس خبری مکریان از سنندج با ما هست. آقای کردپور، این پرونده آقای قربانی رو چقدر راجع به جزئیات شما میدانید و اینکه این مسئله رو که عملا سازمان عفو بین‌الملل گفته، آیا تایید میکنید که او تحت شکنجه اعتراف کرده؟ البته خدمتتون عرض کنم بر اساس گفته وکیلشون ایشون اعتراف نکرده به اینکه در قتل شرکت داشته، بلکه به عنوان معاونت در قتل بوده، یعنی افراد دیگه قتل رو انجام دادن و ایشون به هر حال به عنوان راننده بوده در جریان این عملیاتی که انجام گرفته. بر همین اساس ایشون اعتراف نداره، که اعتراف جزء موارد ضروری هست، یعنی ضرورت‌ترین قسمت پرونده اعتراف متهم هستش که خودش قبول کنه کار رو انجام داده. این قسمتش که مشکل داره، خانوادش هم که پیگیر هستن به شدت که این مسئله به هر حال راه حلی پیدا بشه از طرف دیوان عالی کشور، ولی متاسفانه تا کنون که پرونده به اجرای احکام ارسال شده که احتمال اجراش هستش، که این باعث نگرانی خانواده و وکیلشون شدن. همونطور که گفتین، خب نگرانی ها در موارد این چنینی خیلی زیاده. در مورد نوید افکاری هم دیدیم که در نهایت منجر به اعدام او شد. اما نگاهی که میکنید به این پرونده، چه سوالهای بیشتری هست که عملا باعث میشه که نگرانی در مورد اینکه رسیدگی عادلانه به این پرونده شده باشه وجود داره؟ مشکلی که وجود داره اساسا فضا امنیتیه. در واقع باید فضا مدنی بشه که چنین پرونده هایی که اساسا تشکیل بشه، یعنی امکان به هر حال فعالیت سیاسی مدنی بیشتر بشه در جامعه، چون این پرونده های کمتر میشه، یعنی هم در کردستان هم در سراسر کشور. و حقوق شهروندی به هر حال اصل 168 قانون اساسی که میگه پرونده های سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه و وکیل برگزار بشن که افکار عمومی هم اقناع بشه، در این موارد صورت نگرفته و همین باعث تردید میشه در این پرونده ها و به صورت غیر علنی و به صورت محرمانه و امنیتی پرونده پیچیده میشه و به اجرای احکام و دیوان عالی کشور و شعبات خاصی که وجود داره ارسال میشه و تایید میشه. همین باعث نگرانی مردم و افکار عمومی میشه و هزینه بسیار زیادی هم برای حاکمیت داره، چون به هر حال نهادهای بین المللی اعتراض میکنن، خود وکلا اعتراض میکنن، خانواده ها و مردم نگران میشن. برای شفاف سازی این موارد به نظر من باید این پرونده ها علنی تر بشه، اطلاع رسانی بیشتر بشه و مردم آگاه بشن، وکلا اقناع بشن
که به هر حال جرمی انجام گرفته و اگه جرمی هم انجام گرفته مجازاتش متناسب با جرم باشه، نه اینکه بیشتر از جرم باشه. چون مسئله اعدام مسئله هستش که غیر قابل برگشت هستش و جون افراد از دست میره و دیگه نمیشه جبران کرد. ممنونم از شما مسعود کردپور، خبرنگار آژانس خبری موکیان. با به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای روز. حسن روحانی با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط تحریم گفته ایران از 2 سال پیش در جنگ اقتصادی است و بار این جنگ نباید تنها بر دوش دولت باشد. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به احتمال اعدام قریب الوقوع حیدر قربانی زندانی کرد در ایران گفته او تحت شکنجه به مشارکت در قتل اعتراف کرده بود. در ادامه این برنامه، برنامه ناسا برای فرستادن اولین زن به کره ماه تا 4 سال دیگه. در ادامه حل جنجال ها بر سر تعیین دستورالعمل مذاکرات صلح افغانستان در قطر، گروه های تماس هیئت های طالبان و دولت افغانستان امروز بار دیگر جلسه ای برگزار کردند. گفته شده احتمال داره این نشست به نتیجه برسه. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت کشورش به جنگ افغانستان پایان خواهد داد. علی حسینی گزارش می‌دهد. We have the most powerful military anywhere in the world and it's not even close. ورد زبان ترامپ سالها این بوده. سربازان آمریکایی به خانه برگردند. حتی در سال 2011 قبل از آن که به کاخ سفید برود. برای چندمین بار این بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ افغانستان کار می کند. ما در حال برگشتاندن سربازان خود به خانه هستیم. آمریکا اکنون نقش خود به عنوان صلح آور را انجام می دهد. اما این صلح از راه قدرت به دست آمده است. همزمان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان خروج نیروهای آمریکایی را مشروط دانست. از زمان امضای توافقنامه هیچ آمریکایی در حملات طالبان کشته نشده. چهارچوب زمانی برای خروج سربازان آمریکایی و نیروهای ائتلاف مشروط است. ما در مسیر کاهش نیروها بین 4 تا 5 هزار سرباز تا اواخر پاییز هستیم. ادامه خروج سربازان به شرایط در میدان و عملکرد طالبان نسبت به تعهداتشان مشروط است. آقای خلیلزاد که شب گذشته به سؤال‌های کنگره پاسخ می‌داد، درباره نگرانی نسبت به حفظ حقوق زنان در مذاکرات صلح گفت، آمریکا از روند نظارت می‌کند و به همکاری و حمایت از زنان افغان ادامه خواهد داد. در قطر اما پس از 12 روز از آغاز مذاکرات صلح، گفتگوها بر سر حل موارد اختلافی طرز العمل مذاکرات ادامه دارد. یکی از این موارد پافشاری طالبان به مذهب حنفی به عنوان تنها مرجع حل اختلافات در مذاکرات است. اگر طالبان روی موضع خود در مورد فقه جعفری اصرار کنند، اولا با مقاومت جامعه شیعیان افغانستان روبرو میشن، دوم جامعه اهل سنت افغانستان با توجه به یکی یک زمینه رواداری مذهبی در افغانستان رواج داشته نسبت به طالبا بدبین تر میشن و حمایت را از دست میدن بیشتر از گذشته، و این ادعایشان که همه افغان ها در حاکمیت اسلامی مد نظرشان برابر هستند زیر سوال میرن. سومین پیامدش است که این اقدام طالبا را در ردیف گروه های سلفی تکفیری قرار میده که بر اساس ستیز بین مذاهب اسلامی هویت خود را تعریف میکنن. مذاکرات گروه های تماس امروز نیز ادامه دارد. در صورتی که به نتیجه برسند، نشست عمومی هیئت‌های دو طرف برگزار خواهد شد. پایانی بر جنجال اختلافات بر سر مواد طرز العمل مذاکرات. شب گذشته هم هیئت‌های دو طرف مهمان وزیر خارجه قطر عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی بودند. جزئیاتی از این مهمانی در دست نیست، اما به احتمال زیاد با هدف آرام ساختن فضای اختلافی و شکستاندن یخ‌ها بوده. علی حسینی، بی بی سی، کابل. الکساندر لوکاشنکو برنده جنجالی انتخابات ریاست جمهوری اخیر در بلاروس برای شروع یک دوره دیگر ریاست جمهوری در این کشور سوگند یاد کرد.
مراسم تحلیف آقای لوکاشنکو برخلاف معمول بدون اطلاع قبلی برگزار شد و پخش زنده تلویزیونی هم نداشت. در هفته‌های اخیر هزاران معترض با زیر سوال بردن نتیجه انتخابات خواستار کنارگیری آقای لوکاشنکو از قدرت شدند. ایلان ماسک، مدیر عامل و بنیانگذار شرکت تسلا میگوید از 3 سال دیگر خودروهای ارزان تسلا وارد بازار میشوند. این خودروها حدود 25,000 دلار قیمت خواهند داشت. او گفته همیشه آرزو داشته ایم که خودروهای برقی مقرون به صرفه تولید کنیم. ایلان ماسک همچنین گفته که این شرکت از سال آینده باتری هایی وارد بازار میکند که 6 برابر بیشتر انرژی تولید میکند. در سواحل استرالیا تا کنون 380 نهنگ تلف شدند. بر اساس برآوردها طی 2 روز گذشته 470 نهنگ در آب‌های کم عمق ساحل جزیره تاسمانی در جنوب این کشور گیر افتاده بودند که بیشتر از تخمین اولیه بوده. امدادگران تا کنون 50 نهنگ را نجات دادند و در حال حاضر در پی نجات 30 نهنگ دیگر هستند. این بزرگترین مورد گیر افتادن نهنگ‌ها در آب‌های کم عمق استرالیا بوده. کارشناسان حفاظت از محیط زیست میگویند از هر 5 گونه درخت افرا 1 گونه در خطر انقراض است. جنگل‌های این درختان که به خاطر رنگ خاص پاییزیشان معروف هستند در معرض نابودی قرار دارند. 158 گونه درخت افرا در جهان وجود دارد که تعداد آنها به طور نگران کننده‌ای در حال کاهش است. یکی از یهودیان شهرک‌نشین به جرم قتل 3 فلسطینی به 3 بار حبس ابد محکوم شده. حکم زندان او رو بعضی 1 نقطه عطف در برخورد دولت اسرائیل با این گروه خواندند. شهرک نشینان اسرائیلی خانه هاشون رو در مناطق اشغال شده فلسطینی در کرانه غربی می سازند. کیوان حسینی گزارش میده. 5 سال بعد از قتل 3 عضو یک خانواده فلسطینی، امیرم بن اولیول به 3 بار حبس ابد محکوم شد. او با پرتاب 1 بمب آتش‌سا به درون خانه یک خانواده فلسطینی آنها را به قتل رساند. خانواده دوابشه در این خانه در جنوب نابلس در خواب بودند زمانی که بن اولیول خانهشان را آتش زد. بر روی دیوار خانه به زبان عبری نوشته شده بود انتقام. علی سعد دوابشه، کودک 18 ماهه خانواده، همان شب از شدت جراحات جان سپرد. مرگی که به موجی از خشم در میان فلسطینیان دامن زد و جنازه کوچکش اینچنین تشییع شد. در همان زمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که پدر و مادر خانواده را به بیمارستان‌های مجهز در خاک اسرائیل منتقل کرده تا بتواند جانشان را نجات دهد. تلاشی که در نهایت به نتیجه نرسید و هر دوی آنها کشته شدند. از این خانواده 4 نفره فقط احمد زنده ماند که همکنون با پدر بزرگ و مادر بزرگش در دوما در جنوب نابلس زندگی می‌کند. به علت جراحات او نیز مهاجم اسرائیلی به 20 سال زندان محکوم شده. محاکمه بن اولیول 5 سال به طول انجامید و همین موضوع به نگرانی‌هایی درباره مجازات نهایی او دامن زد. خشونت‌های شهرک‌نشینان یهودی از حدود 15 سال پیش آغاز شده. در جریان این خشونت‌ها، شهرک‌نشینان که عموماً یهودیان افراطی هستند، به فلسطینی‌ها حمله می‌کنند، خانه و ماشین‌هایشان را به آتش می‌کشند و معمولاً بر روی دیوارهای خانه‌هایشان شعارهای نژادپرستانه می‌نویسند. دولت اسرائیل بسیاری از گروه‌های سازماندهی شده شهرک‌نشین‌ها را که دست به چنین حملاتی می‌زنند، گروه تروریستی می‌شناسد. از جمله گروه جوانان بالاتپه یا هیل تاپ یوث که بن اولیول هم عضو آن بوده. اسکان دادن یهودیان در مناطق اشغال شده فلسطینی در فاصله کمی بعد از اشغال این سرزمین‌ها در سال 1967 میلادی در چارچوب برنامه‌های دولتی آغاز شد. اما از دهه 80 میلادی گروه‌های مذهبی ساخت شهرک‌های بیشتر را به یک جنبش دینی تبدیل کردند که از آن به نام جنبش شهرک‌نشینان یاد می‌شود. آنها در حال حاضر نزدیک به 500,000 نفر هستند که در سراسر سرزمین‌های فلسطینی در کرانه غربی پخش شدند و در بیش از 130 شهرک زندگی می‌کنند. این شهرک‌ها برخلاف قوانین بین‌المللی ساخته می‌شوند و در حال حاضر کسانی که خود را بخشی از جنبش شهرک‌نشینان می‌دانند با بسیاری از اقدامات دولت اسرائیل برای صلح مخالفند. از جمله این تجمع شهرک‌نشینان که در مخالفت با طرح صلح معامله قرن برگزار شد. آنها معتقدند که دولت اسرائیل باید تمامی کرانه غربی را به خاکش ضمیمه کند و اجازه ندهد که کشور مستقل فلسطین در این سرزمین‌ها تشکیل شود. موضعی که دست کم با سیاست رسمی دولت اسرائیل
در تناقض است. کیوان حسینی، بی بی سی. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا میگه برای اولین بار 4 سال دیگه یک زن رو روی کره ماه میشونه. از آخرین باری که انسان روی ماه فرود آمده نزدیک به نیم قرن میگذره. مارک لوبل درباره این برنامه بلند پروازانه که اسمش آرتمیس هست گزارش داد. این اولین فرود انسان بر ماه در عمر 3/4 جمعیت کره زمین خواهد بود. ناسا به امید ایجاد اکتشافات پایدار تا پایان این دهه برنامه‌های سریع اکتشافیش را دنبال می‌کند. فضانورد خوش اقبال این لباس فضای مدرن را خواهد پوشید که انعطاف‌پذیری بالایی برای انجام دادن آزمایش علمی روی ماه خواهد داشت. اولین زن روی ماه که نامش بلافاصله تاریخی و الهام بخش خواهد شد هنوز انتخاب نشده. ناسا میگوید او یکی از فضانوردان فعلی خواهد بود که تجربه حضور در ایستگاه فضایی بین المللی را هم دارد. همه چیز عالیه. این اتفاقیه که بعد از مدت‌ها داره میفته و میخوایم بعد از دهه‌ها به ماه برگردیم. این کار رو فقط به عنوان ایالات متحده آمریکا انجام نمیدیم، بلکه یک همکاری بین المللی خواهد بود که بشریت را نمایندگی می‌کند. اولین گام های نیل آرمسترانگ روی کره ماه در سال 1969 نه تنها آمریکا را از نظر فضایی از اتحاد جماهیر شوروی جلو انداخت، بلکه گام بزرگی برای پیشرفت علم بود. حالا چنین کاری در سال 2024 چه دستاوردی خواهد داشت؟ در گذشته ما درباره استفاده از خاک ماه برای ساخت پنل‌های خورشیدی حرف می‌زدیم. همچنان که ماه می‌چرخه، نیمی از اون حدود 2 هفته نور دریافت می‌کنه. ما می‌تونیم انرژی نور را مهار کنیم و برای استفاده به زمین بفرستیم. حالا بعد از این چه اتفاقی میفته؟ قانونگذاران 600 میلیون دلار به این پروژه اختصاص دادن، اما ناسا 3.2 میلیارد دلار احتیاج داره تا سفینه رو بسازه و راه بندازه. قدم بعدی آزمایش بدون سرنشین یک موشک قدرتمند جدید و پرواز فضاپیمای اوریون به دور ماهه که در پاییز 2020 حدود 1 ماه طول خواهد کشید. نام این پروژه آرتمیس 1 خواهد بود. بعد آرتمیس 2 که دوباره به دور ماه خواهد چرخید. اما این بار فضانوردان به طور دستی اون رو هدایت خواهند کرد. در سال 2024 آرتمیس 3 خواهد بود که فرود روی سطح ماه. ناسا می‌خواهد در سال‌های بعدی یک پایگاه مجهز برای تحقیقات طولانی مدت در ماه با حضور فضانوردان به نام پایگاه آرتمیس ایجاد کند. سازمان فضانوردی آمریکا امیدوار است که بازگشت دوباره به ماه تنها برای اکتشافات علمی و مزایای اقتصادی نباشد، بلکه منبع الهامی برای نسل جدید فضانوردان و حرکت بزرگی برای زنان باشد. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر باشم.